انتخاب لایت روم پیشرفته. برای رسیدن به همچین عکسی بریم روی این عکس تغییراتی رو اعمال کنیم. میدونید که به هر حال عکس‌های شب داستانش متفاوته و به نسبت اینکه دوربینتون چه جزئیاتی رو گرفته میشه اینجا کارهای خوبی رو استخراج کرد. اینجور نیست که شما بتونید در واقع با هر عکسی این کارهایی که الان من میخوام بکنم. ببینید اینجا در قسمت بیسیک کار ما باید تغییراتی رو که میدیم خیلی رو محور اکسپوشر باشه، ویبرانس باشه. اکسپوشر که خب شدت رنگ ها، ویبرانس به شدت رنگ های خفته رو زنده میکنه، کمی هم به قول معروف روی سفید سیاهی کار میکنیم. اینجا توی وایت بالانس ها، وایت بالانسی داریم مثل مثلا تنگستن، ولی از همه بهتر فلورسنس خواهد بود که قابلیت تنظیم بهتری به ما میده، یعنی هم نورای آبی رنگمون رو حفظ میکنه هم زرد رنگه اصولا تونالیته نورهامون هست. منتها مقدار سفیدی کار، ویبره کار، اکسپوشر و کلاریتی. ببینید کلاریتی خیلی جزئیات بین نورهای ما رو زیاد خواهد کرد، یعنی خیلی کمک میکنه برای داشتن یک عکس واضح. همینطور اکسپوشر که شدت و بالا بره. منتها حواستون باشه که با وایت و بلک بازی کنید، یعنی این اکسپوشر رو کنترلش کنید با سفید و سیاه. اینجا در واقع کامرا کالیبریشن ما مدل های مختلفی داره، ولی شاید از همه بهتر لندسکیپ باشه. فرقش توی تقعر و تحدبی است که به لنز دوربین تحمیل شده موقع عکاسی. اینجا ببینید قبل و بعد این لنز کالیبریشن رو ببینید، بذارید رو لندسکیپ نتیجه بهتری میگیرید. اصولا لنز میدونید که تقعر و تحدبی رو دار. باز یک کوچولو کنتراست و اکسپوشر رو اینجا بالا پایین، خیلی کنتراست زیاد نکنید چون قسمت های تیرتون خیلی تیره میشه. این هم قبل و بعد، یه مرحله قبل و مرحله بعد. اوکی، با سلش من این کار بک سلش این کار یکم قبل یکم بعد. مسئله بعدی، آها ببینید دارم عکس رو با تو هیستوری، تو پنجه هیستوری میتونیم بیستیم در آخری مرحله، کنترل سی بزنیم و بعد در یک عکس دیگه کنترل وی بزنیم و کل اون کارهایی که تا الان کردیم منطبق بشه. این هم یک تکنیک دیگه. خیلی خوب شد، خیلی زنده شد عکس. اوکی، من الان اینجا کلاریتی رو ابتدا شارپ ببخشید، بذارید شارپ رو تنظیم کنیم یه مقداری. راستش رو بخواید شارپ با همه احترام به خاصیت فنیش مواظب باشید که پیکسل ها رو رنگاش رو خراب نکنه، ولی شارپ رو اگر اضافه کنید و یکم هم مسکش رو باز اضافه کنید تا نرم بشه رنگای نزدیکی با هم خوب بشه، شارپ، نویز و مسک. بازم اکسپوژر، این اکسپوژر نمیشه ازش بیخیال شد، انقدر برای شب کار قشنگ میکنه که دوست دارم زیاد کنه، ولی خطرناک. این عکس قبلی مونه در هیستوری و این عکس بعدی مونه. میتونید ببینید چی گرفته بودیم به عنوان عکس، چی تحویل دادیم. شله شله دستا شله، یه دستی واسه ما بزن. کنترل سی و در عکس جدید میتونیم کنترل وی کنیم. ببینید تمام تنظیمات الان اعمال میشه به این عکس، چون همون خواص رو داره، با همون دوربین گرفته شده، از زاویه دیگه گرفته شده. اینجا فکر میکنم مکزیکه.
اوکی، حالا بریم سراغ این عکس. اینجا میدیم چند از سب کنید تا آسمون درست شد. درست شد، آسمون بدی نیست، اگرچه میشه خوشگل ترشه، خیلی بنفشی داره. اوکی، کیف کردیم تنظیم نوره شب. خیلی با آدم ها هیچ لذتی مثل این نیست بری عکاسی کنیم. بیای عکس خودتو تنظیم کنیم. ببینید این عکس تنظیماتی میخواد، کلیک راست و تو فتوشاپ بازش میکنیم. یک تکنیک دیگه، میتونید از توی لایت روم عکس رو ببرید در فتوشاپ، یه تغییر بدید، سیف کنید، همینجا مهمان میشه. به این کار میگن ابجکتیو کار کردن. ماجرا اینه که به هر دلیلی ممکنه در عکاسی پرسپکتیو ها خوشگل نباشه. بیم از وارپ استفاده میکنیم، همونی که تو فری ترانسفورمه. مثلا در مورد این پارکی که میبینید در تصویر، مستطیل شبیه پارک، از لایه یک دوپلیکیت بگیرید، کنترل تی، مجدد کلیک راست باید بکنید و وارپ رو انتخاب کنید. حالا اگر با ابزار موف کمی از طرف این رو بکشیم، خیلی کم خیلی کم میبینید مثلا این چیزی بزرگ میشه. بازم باید عکستون خیلی بزرگ باشه، خیلی امکان اینو به شما بده که یعنی چیکاری بکنید. در این حد دیگه، و بعدم اینتر بزنید یا تاییدش رو بزنید. حالا یا همینجا سیف میکنید خروجیتون رو، یا کنترل اس که میزنید در لایت روم هم سیف میشه، یعنی اینجا ببندید اونجا اعمال میشه. بله، این عکس نهایی ما از یک شب هست. این عکسایی که اصولا شما در اینترنت میبینید و روش کار شده، اون عکسی که دوربین میگیره هرگز این شکلی در نمیاد. خب امیدوارم که آموزش مقدماتی و متوسط رو ببینید، که دیگه اینجا توی این آموزش پیشرفت ما فقط به ابزارها اشاره کنیم. من سعی میکنم در قسمت پیشرفته لایت روم یه پورتره، یه شب، یه منظره، چیزای مختلف رو کار کنم که مقداری دستتون بیاد نرم افزار چه قابلیت هایی داره. با اندکی دانش تنظیم عکس شما میتونید به این نتایج برسید. بسیار خوب، مراقب خودتون باشین. من سعید طوفانی، مدرس جنگولک بازی. تا بعد، خدا بس.